درود و وقت بخیر میگم. امروز چهارشنبه 10 آبان 1402 شما بیننده برنامه کیوسک از تلویزیون آریان هستید. برنامه را با نگاهی به سرتیتر چند روزنامه چاپ امروز صبح تهران آغاز می‌کنم. روزنامه مردم سالاری نوشته بررسی قیمت‌ها در مهرمان نشان می‌دهد کاهش تورم در کالا، رشد هزینه در خدمات. روزنامه کار و کارگر تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در ابهام، بازنشستگان قادر به اداره زندگی خود نیستند. روزنامه اقتصادی آسیا آخرین میخ بر تابوت بخش خصوصی، حسین سلاح‌ورزی را از ریاست اوزاق بازرگانی ایران برکنار کردند. روزنامه اعتماد روایت یک آزمون پر ابهام عنوان گزارش این روزنامه است که در آن داوطلبان آزمون استخدامی وزارت بهداشت میگویند در این آزمون تقلب رخ داده و باید لغو شود. روزنامه اقتصادی اجتماعی ثروت با تیتر تورم بالا مهمان سال آینده اقتصاد ایران نوشته آمارهای تکان دهنده ای که از چاپ پول در ایران ارائه می شود. امروز 1 نوامبر روز جهانی کوبانیست و ریاست مشترک شورای اجرایی کنفرانس جامعه کردستان کجکه پیروزی کوبانی را در اثر مبارزه متعدانی خلخا عنوان کرده و از همه کسانی که در همبستگی با انقلاب رژاوا دست به مقاومت زدن و بهای آن را پرداختن قدردانی کرد. سال 2014 داعش به کوبانی در رژاوا حمله کرد اما پس از ماها جنگ سرانجام شکست خورد. پس از آزادسازی کوبانی 1 نوامبر به عنوان روز جهانی کوبانی اعلام شد. ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کردستان در بیانیه یادآوری می‌کند که زمانی که کوبانی مورد حمله داعش قرار گرفت، مردم و انقلابیون خاورمیانه و بسیاری از نقاط جهان به ویژه مردم 4 قسمت کردستان برای نجات کوبانی بسیج شدند. و این ترتیب داعش شکست خورد و کوبانی آزاد شد. آزادسازی کوبانی همچنین بقای انقلاب رژاوا را به همراه داشت چون می‌خواستند انقلاب رژاوا را خفه کنند و کوبانی را به زمین بزنند. با وجود حمایت همه نیروهای ارتجاعی به ویژه دولت فاشیستی ترکیه از داعش، دفاع از کوبانی و بقای انقلاب رژاوا با نجات آن از اشغال شدگی به وضوح نشان داد که مقاومت متحدانه خلق‌ها چه توانایی هایی دارد. مقاومت و پیروزی کوبانی به همه نشان داد که هیچ قدرتی بزرگتر از همبستگی مردم وجود ندارد و هیچ تکنیکی برتر از اراده مردم و شور زندگی آزاد نیست. شکی نیست که این اراده و اشتیاق تمام جهان را از سلطه مدرنیته سرمایه‌داری نجات می‌دهد و زندگی را با ذهنیت مدرنیته دموکراتیک رهایی می‌بخشد. کجکه می‌گوید قدرت واقعی پشت داعش دولت ائتلافی آکپ مهپ در ترکیه بوده که باعث شد این گروه مزدور به کردها، رژاوایی زدیها و کوبانی حمله کند. دولتی که هنوز هم سعی میکند داعش را سرپا کند. مشهود است که پس از آزادسازی کوبانی زمانی که معلوم شد انقلاب رژاوا توسط داعش قابل حذف نیست، دولت ترکیه خود رأساً وارد عمل شد و برای الحاق رژاوا دست به تهاجم زد. آفرین سرکانی و گرسپی اشغال و زمین شدند و حملات فزاینده به رژاوا تا به امروز ادامه دارند. با حملات اخیر ترکیه به رژاوا شکی نیست که هدف واقعی دولت ترکیه نسل کشی است. در این حملات ده ها تأسیسات تولیدی و حیاتی، مدارس و بیمارستان ها، عبادتگاه ها و صدها هدف قرار گرفتند. صدها نفر شهید و مجروح شدند. این یک نسل‌کشی آشکار است که طیب اردوغان و حاکان فیدان علنا آن را اعلام کردند و در مقابل چشم جهانیان انجام دادند. با این حال دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی به این حملات آشکار نسل‌کشی واکنشی نشان ندادند که مربوط به روابط سیاسی و اقتصادی آنها با یکدیگر است. رویکرد مشابهی در موضوع جنگ غزه و
مسئله فلسطین هم دیده می شود. دولت ها و نهادهای بین المللی روی کرده صادقانه و عادلانه ندارند. آنها بر اساس منافع خود به جنگ غزه می پردازند. بیش از همه اردوغان چنین روی کردی دارد. او میگوید که مخالف حملات به غزه است، اما از اینکه بی‌شرمانه همان کاری را که در غزه انجام شد با روژاوا و کوردها انجام دهد دریغ نمی کند. این یک بی‌شرمی و تزویر بزرگ است. آنها سعی می کنند این کار را با نگاه کردن در چشمان هم انجام دهند. که جکه هشدار می دهد همانطور که مشاهده می شود خطر از بین نرفته. انقلاب روژاوا در معرض تهدید و حمله نیروهای مدرنته سرمایه‌داری قرار دارد. آنها می خواهند انقلاب روژاوا را از بین ببرند و میل به مبارزه میان مردم برای زندگی آزاد را سرکوب و نابود کنند. دولت ترکیه به دلیل ذهنیت ضد کردی خود میخواهد انقلاب روژاوا را از بین ببرد و نسل‌کشی کردها را به انجام برساند، اما نیروهای مدرنیته سرمایه‌داری هم پشت این تعرضات و سیاست‌ها ایستاده‌اند، زیرا انقلاب روژاوا یک فضای زندگی آزاد است که با مبارزه مشترک خلق‌ها ایجاد شده. دولت‌ها نمی‌خواهند چنین منطقه‌ای وجود داشته باشد و همین دلیل با هجوم ترکیه به روژاوا مخالف نیستند، برعکس از آن حمایت می‌کنند. ترکیه با حمایت آمریکا، ناتو، اروپا و سایر کشورها و سلاحهایی که از آنها دریافت می‌کند دست به حمله می‌زند. بنابراین این نیروها در نسل‌کشی روژاوا شریکند و نمی‌توانند که از این مسئولیت فرار کنند. از نظر کرجکه انقلاب روژاوا فقط با مبارزه و مقاومت مشترک خلق‌ها حفظ می شود. همانطور که می بینیم قدرت های مسلط با یکدیگر در نزاع و تضادند. جنگ جهانی سوم بین نیروهای مدرنیته سرمایه‌داری در حال وقوع است. ترکیه در این بین می خواهد این روند را به فرصتی برای نابودی انقلاب روژاوا و نسل‌کشی کردها تبدیل کند. این همان هدفی است که او می خواهد به آن برسد. شرایط ایجاب می کند که روحیه وحدت و همبستگی که در مقاومت کوبانی ایجاد شده را بروز کنیم و آن را بیشتر گسترش دهیم. 1 نوامبر روز جهانی کوبانی و 2 نوامبر روز جهانی روژاوا باید با این آگاهی و مسئولیت تاریخی گرامی داشته شود. پروفسور فاطمه گوغ، یکی از امضا کنندگان اعلامیه ندای صلح، در گفتگو با آژانس خبری مزوپوتامیا راه دموکراتیک شدن ترکیه را حل مسئله کردها دانست و گفت عبدالله جلان میتواند کمک بزرگی به صلح بکند. 78 نفر از جمله سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، روشنفکران و هنرمندان روز شنبه 6 آبان ماه در استانبول گرد هم آمدند و اعلامیه با عنوان ندای صلح را قرائت کردند. این بیانیه خانه راه حل مسالمت آمیز برای مسئله کردستان و پایین منزوی سازی رهبرآپو در زندان جزیره امرالی شد. از 32 ماه پیش تا کنون هیچ خبری از رهبرآپو که 25 سال اسارت خود را سپری می کند به دست نیامده است. پروفسور فاطمه گوگ، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، می گوید مسئله کردستان که از گذشته تا کنون لاین حل باقی مانده است، امروز به جای رسیده که همه مردم ترکیه را تحت تاثیر قرار می دهد. پس اگر این مسئله همگانیست، ما باید بنشینیم و به این مشکل فکر کنیم. او راه دموکراتیزه کردن ترکیه را از طریق حل مسئله کردستان دانست و گفت فکر می کند اوجالان که به عنوان رهبر خلق کرد شناخته می شود کمک بزرگی به صلح خواهد کرد. یون ورمیه چلشان پولیتیکالار گرچکتن بی ینی یشامی کورمامیزی دموکراتیک özgür یشامی کورابیلمیمیزین önünde müthiş engeller çıkarıyor. Belki bunların hepsinin ilişkisini, Kürt sorunu sadece Kürdistan'da yaşanmıyor. Kürt sorunu herkesin, hepimizin, batıdakilerin de, Kürt olmayanların da sorunu olduğu ve bunun çözümü için kafa yorduğumuz müddetçe gerçekten yol alabiliriz. وریشه مرادی، زن مبارز و فعال حقوق زنان، از 3 ماه پیش که توسط ماموران امنیتی ایران در حوالی سینه را بوده شد، تاکنون سرنوشت نامعلومی دارد. آکادمی شهید زیلان پپول وابسته به کجار با انتشار مطلبی خواستار مشارکت عمومی در کمپین آنلاین وریشه مرادی کجاست شده است.
از روزی که زندگی به اشغال مردان سلطجو درآمد با آزادی بیگانه شدیم، چون تمامی موازین و معیارهای زندگی و انسانها که حول ذهنیت مردسالاری گرد آمدن جنسیتگرا و دور از آزادی و برابری‌اند، چون تمامی آرزوها، امیدها و آرمانها را از بین میبرد و 24 ساعته دسترنج و ارزش و زیبایی های زندگی را در راستای منافع حکمرانی خیش به کار میگیرد. در این نظام اگر فرد یا سازمانی در مقابل چنین ذهنیتی موضع گیری کند و مبارزه نماید، مجازات می شود. به چه جرمی؟ با خدا و قانون دشمنی کرده است. در نظام ایران خدا همان فکر حاکمیت است و قانون همان حفظ حکمرانی. زندانی در زندان ساخته شده است، دنیا را به زندانی سرباز بدل کرده و این زندان را به گورستانی برای انسانهای آزاد و برابری خواه بدل کردند. ولی ربایش و منزوی سازی، شکنجه و سرکوب نمیتواند که جلوی مبارزه و مقاومت فکر آزادی خواه را بگیرد. رژیم فاشیستی ایران به کلی ضد آزادی بشر، به ویژه ضد زن است. همه قوانینش را برای خدمت به مردان طراحی میکند. اگر جنبش زنان و فعالین حقوق زنان برخلاف این محافظه کار بکوشند، هر چه در توان دارد را به میدان میآورد و در مقابلشان اعلام جنگ میکند. روشه مرادی یکی از این فعالین زن است که حکومت اعدام از او میترسد. لرز و حراس رژیم علتش نگرانی از حاکمیت خیش است. وریشه یک پیشرو و مبارز حقوق زنان بود و خیلی عادی است که به دیدار زنان برود و دنبال راه حلی برای مسائل سازماندهی باشد. زنان هر روز با مرگ و شکنجه مواجهند. در سنین کودکی به ازدواج واداشته می شوند، مورد معامله قرار می گیرند. زنان خدمتکاران بیمزد و بنیان جنگ ویژه و تمامی جنگ های روانی حکومتند. اکنون اگر قوی بودن زنان به معنای فروپاشی حکومت مردان است، بنابراین می توانند که در این ذهنیت تحول آفرینی کنند، نه اینکه زنان پیشگام و مبارزانی همچون وریشه مرادی را بربایند و ناپدید سازند. همگی از سرنوشت این رفیقمان نگرانیم. بایستی که حکومت زنستیز به ما بگوید که وریشه کجاست. سکوت بر نفرت و خشم ما می افزاید. همه زنان ایران و شرق کردستان، از جمله فعالین زن، سیاستمداران، هنرمندان، آزادی خواهان، ورزشکاران، روشنفکران، آموزگاران، پزشکان، محصلین و کارگران، از وریشه مرادی دفاع کنید، چون وریشه صدا و اراده همه شما و همه ماست. وریشه مرادی یک زن سیاستمدار بود، برای حق همگانی مبارزه میکرد. به ویژه اراده منسازی زنان را آرمان نخست خود میدانست. برای یکسانی میان زن و مرد در اجتماعی دموکراتیک میکوشید. میباید که از آرمان و اندیشه و باور وریشه دفاع کرد. ما همه در کنار هم نیرومندیم و میتوانیم سرنوشت این زن پیشرو را تغییر دهیم. رفیق وریشه به قدرتی ایمان داشت که با همبستگی زنان و همصدایی آنان بروز می‌یابد. ما به هم نیاز داریم. باید که مسئولیت‌های خود را انجام دهیم و وریشه مرادی را آزاد کنیم. آزادی را در قفس‌های زندان و باز و بسته محقق کنیم و دیگر اجازه ندهیم که ذهنیت منفعت پرست غالب شود. همه ایمان بشویم. زینب جلالیان و وریشه، سپیده و نرگس و تمامی زنان آزادی خواه و آن سرنوشتی که حاکمیت میخواهد بر ما تحمیل کند و بگوید پیشگامانتان را به نام محارب مجازات میکنم را تغییر دهیم. آنها که مبارزه میکنند باوری به این حکایت ساختگی ندارند، بلکه به زندگی آزاد و برابر معتقدند. این فقط ما هستیم که میتوانیم وریشه مرادی را آزاد کنیم. کمپین وریشه کجاست؟ کارزاری برای پیگیری سرنوشت وریشه است که میباید خیلی بیش از پیش فعال بود و تلاش کرد اطلاعی از وضع او به دست آورد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، از زندان نامه‌ای به بیرون فرستاده و در آن از کمیته نوبل تشکر کرد و نوشته پیروزی آسان نیست اما حتمی است. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل 2023، در نامه‌ای که به شکل مخفیانه از زندان اوین به بیرون فرستاده است، از کمیته نوبل تشکر کرده و این جایزه را نقطه عطفی در تقویت اعتراض و جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان دانسته است.
این نامه دیروز سه‌شنبه 9 آبان و 25 روز بعد از اهدای این جایزه در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده و کیانا رحمانی دخترش متن آن را می‌خواند. او در این نامه خطاب به کمیته نوبل نوشته: از همه شما سپاسگزارم و می‌خواهم از مردم ایران تا رسیدن به پیروزی نهایی حمایت کنید. نرگس محمدی همچنین در این نامه یادآوری کرده: پیروزی آسان نیست اما حتمی است. این فعال حقوق بشر که با حکم قوه قضایی جمهوری اسلامی بیش از 10 سال زندان محکوم شده است، همچنین گفته که سلام و تشکر خود به کمیته نوبل را از طرف 46 زن زندانی سیاسی و عقیدتی اعلام می‌کند. نرگس محمدی در یک دهه اخیر بارها بازداشت شده و مرداد امسال اعلام شد که به دلیل انتشار بیانیه از داخل زندان به 1 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده و مجموع اداری زندان او به 10 سال و 9 ماه همراه با 154 ضرب شلاق افزایش یافت. او روز 8 آبان برای دومین بار به دلیل سر نکردن روسری از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم و بیمارستان اعزام نشد. عالی مطلب زاده کنشگر مدنی فعال حقوق زنان در پیامی از وضعیت بد جسمانی نرگس محمدی در زندان اوین خبر داد. شهروندان و باورمندان آیین یاری پس از 3 روز روزه بر اساس عقاید خود دیروز جشن خاونکار را برگزار کرده و این آیین کهن را پاس داشتند. دیروز سه‌شنبه 9 آبان ماه 1402 جامعه یارسان و باورمندان به آیین یاری از سراسر کردستان و ایران در تکیه سادات حیدری واقع در روستای توشامی صاحب شهر گاواره در استان کرماشان حضور به هم رسانده و جشن خاونکار را برگزار کردند. این جشنی که از آیین کهن یارسان و مهمترین جشن آنان می باشد، پس از 3 روز روزه گرفتن انجام شد و جامعه یارسان را یک بار دیگر حول یکدیگر گرد آورد. در این جشن شرکت کنندگان زنان و مردان با لباس‌های کردی حضور یافتند و در میان آنها اهالی روستای توشامی، شهروندان و در شهرهای استانهای کرمانشاه و مهمانان دیگر از شهرهای ایران و کردستان حضور داشتند. گفتنی است که مراسم عمومی امروز برگزار خواهد شد و جمعیتی چند هزار نفری از سراسر کردستان و ایران در آن حضور می‌یابند و با اجرای مراسم تنبور نوازی با شکوه هرچه تمامتر آن را پاس می دارند. این جشن که یادآور مقامت سلطان اسحاق و یارانش در برابر مهاجمین است به نام خود وینیز هست و مراد از خاونکار سلطان اسحاق است که به روایت بنیانگذار و به روایت احیاگر این آینه یارسان بوده است. یک رفتگر شهرداری در حین کار بر اثر تصادف در ترمینال مسافربری ارومیه جان باخت. بر اساس گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این حادثه حوالی ساعت 8 شب گذشته برای یک کارگر رفتگر در منطقه پایانی مسافربری اتفاق افتاده است. کارگر فوت شده مشغول کار شبانه بوده که یک دستگاه خودروی اتوبوس بین شهری به او برخورد می‌کند. بر اساس این گزارش کارگر جان باختی 23 سال سابقه یک کار خدماتی در شهرداری ارومیه را داشته و در محوطه ترمینال مسافربری این شهر کار می‌کرد. شاهدان محلی به اینا گفتند از قرار معلوم رفتگر جان باخته بعد از جمع‌آوری پسماند مشغول انتقال آنها از مقابل انبارهای توشه شرکت‌های مسافربری ارومیه به سطل زباله بوده که با سهل‌انگاری و سرعت غیر معمول راننده اتوبوس دچار حادثه می‌شود و جان باخت. علی‌رغم وعده و وعیدهای دولت، مقامات مسئول و تشکل‌های کارگری همسو با دولت برای افزایش دستمزدها حقوق کارگران و بازنشستگان ثابت ماند. بر اساس گزارش روزنامه هم‌میهن، دولت در شهریور ماه امسال حقوق کارمندان را با پرداخت مزایا ترمیم کرد و حقوق نیروهای مسلح نیز بین 15 تا 21% افزایش یافت، اما ترمیم حقوق کارگران و تا امروز بی‌نتیجه رها شده است. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفتگو با روزنامه هم میهن گفته
به نظر میرسد دولت با طرح مباحثی مثل تخصیص بن کالا فقط به دنبال یک مانور تبلیغی از سوی شورای عالی کار برای اقناع کارگران است. بحثایی که در خصوص یارانه‌ها و پرداخت‌های شرعی مدارس چهاردهک از خانوارها مطرح می‌شود نیز به نظر می‌رسد در همین راستا باشد. در واقع دولت می‌خواهد روی این اقدامات تبلیغ کند تا کارگران را اقناع کند. این در حالی است که اخیراً مصاحبه یکی از اعضای شورای عالی کار ایران منتشر شده که تأکید کرده بود بحث ترمیم حقوق کارگران را در جلسه آتی شورا مطرح می‌کنیم، اما واقعیت این است که دولت این کار را نخواهد کرد. دولت از ابتدا برنامه داشته که حداقل دستمزد متناسب با شاخص‌های افزایش نیابد و این کار را هم عملیاتی کرد. نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایان را نیز مجاب کرد پای این تصمیم را امضا کنند. این در حالی است که در سال گذشته سبد معیشت 13,900,000 تومان تعیین شد و نرخ تورم سالانه به 45.8% رسید. اما نه رقم سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد قرار گرفت و نرخ تورم مبنای تعیین رشد دستمزد شد. دولت پیشنهاد افزایش 27% نرخ رشد دستمزد را به نمایندگان کار و کارفرمای دیکته کرد و وعده داد که تورم سال 1400 را کنترل کند تا این افزایش 27% دستمزد دوباره از هزینه‌ها فاصله نگیرد. اکنون که نیمی از سال گذشت و وعده کم شدن تورم محقق نشد، همانطور که در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاد، یعنی با وجود آنکه دولت قرار بود تورم را به محدوده 20% برساند، از اسفند تا کنون 3.0% واحد از تورم کاسته شده است. با این حال آخرین نرخ تورم اعلامی 45.5% است که بسیار بالاتر از نرخ رشد دستمزد است. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده که تقاضای خرید میوه و سیفی کم شده است. اسدالله کارگر در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایسنا گفته تقاضای خرید میوه و سیفی کم شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران اضافه کرده عادت خرید میوه مردم عوض شده است، یعنی آنها ترجیح میدن به جای اینکه یک بار در حجم زیاد خرید کنند چندین بار به میزان برای خرید میوه مراجعه کنند تا هم میوه تازه تری بخرند و هم اسراف صورت نگیرد. وی با مناسب دانستن وضعیت بازار میوه و سیفی در فصل پاییز مدعی شده که میوه های فصلی به میزان کافی در بازار وجود دارد. این در حالی است که بحران اقتصادی در ایران توان خرید مردم را به شدت کاهش داده است و هر سال در آستانه فرارسیدن شب یلدا مردم برای تهیه میوه های ویژه برای این رسم سنتی با مشکل جدی روبرو هستند، یا اینکه میوه های انار و هندوانه در بازار کمیاب و دست نیافتنی می شود. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در ارتباط با تغییرات شاخص اجاره‌های مسکن نشان می‌دهد مهر ماه امسال سرعت رشد ماهانه اجاره‌ها در این کشور به بالاترین حد خود نسبت به همه ماه‌های سپری شده از مهر سال قبل تاکنون رسیده است. روزنامه دنیای اقتصاد دیروز بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نوشت مهر ماه امسال بالاترین رشد ماهانه اجاره‌ها طی سال گذشته به میزان 3.4% به سبب رسید. پیشتر هم بالاترین تورم سالانه اجاره برای ماهای منتهی به شهریور امسال رقم خورده بود. رفتار بازار اجاره مسکن نسبت به سالهای قبل یک تغییر اساسی کرده است، به این معنا که دیگر خواب پاییزی پس از تعرق تابستانی وجود ندارد. دنیای اقتصاد بدون پرداختن به سیاستهای ناکارآمد اقتصادی دولت به دو علت رکود پاییزی اجاره بهای مسکن پرداخته و نوشته یک علت مهم این رخداد نامتعارف و خلاف رویه سالهای معمول بازار به از بین رفتن قدرت خرید مسکن خانه اولی ها در بازار مسکن برمیگردد و ثبت بالاترین رکورد تورم ماهانه اجاره مسکن در مهر ماه امسال بازار پاییزی اجاره برخلاف رویه سنتی
و معمول آن به بازاری داغ و پرحرارت تبدیل کرده است. با این حال طی سالهای اخیر در ایران با افزایش بی‌رویه فقر و اجاره‌های مسکن شاهد رشد و بروز پدیده‌های گورخوابی، کارتون‌خوابی، پشت بام‌خوابی و اتوبوس‌خوابی به ویژه در تهران و کلان شهرها هستیم. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی و منقل از رئیس سازمان مدیریت بحران این کشور، با شروع فصل بارش پاییزی احتمال وقوع سیل در 7 استان جدی است. محمد حسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران ایران در گفتگو با رسانه‌ها به اهمیت بالای لایروبی در رودخانه‌ها در مدفع سیلاب‌ها اشاره کرده و گفته ایران حدود 144,620 کیلومتر رودخانه دارد که حدود 4,820 کیلومتر آن از مناطق مسکونی شهری و روستایی عبور می کند. باید تمام این رودخانه ها لایروبی شود تا مانع جمع آور شدن آب و سیلاب ها نشود. نامی بدون اشاره به نواقص و سوء مدیریت دستگاه های مربوطه بریدبندی و اصلاح مسیر رودخانه ها را یکی از مانع ورود گل و لای به رودخانه ها دانسته و تاکید کرده با اصلاح مسیر رودخانه ها می توان مانع ورود گل و لای و شن و ماسه به رودخانه ها شد. محمد حسن نامی به یکی از چالش‌های پیشروی ایران در بحران‌های سیلزا اشاره کرده و خاطر نشان می‌کند حدود 648 سازی تقاطعی در استان‌های این کشور وجود دارد که در آنجا رودخانه‌ها با جاده‌ها برخورد می‌کنند. برخی از آنها دارای ارتفاع کم هستند و اگر چند میلیمتر بارش بیش از حد معمول باشد، تقاطع موجود ارتفاع پل‌ها و جاده‌های امکان عبور این میزان دبی را از ورود را ندارد و ما در این نقاط با مشکل جدی روبرو هستیم. و در پایان با بیان اینکه خط سیل همیشه در کمین برخی از استانهای ایران است، هشدار داده که در واقع استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، مازندران، گیلان، خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری و بخشهایی از جنوب کرمان و کردستان همیشه در معرض وقوع سیلاب‌ها هستند و باید توجه جدی داشته باشند. بله بینندگان گرامی، در این قسمت از کیوسک لوان محمدی از مرکز خبر آری نگاهی دارد به عناوین و خبرهای امروز. لوان، وقت بخیر. میگم فکر کنم ارتباط من با لوان محمدی از مرکز خبر قطع شده است. کیوسک را ادامه دهیم. نگرانی ها در مورد سرنوشت سلیمان احمد، خبرنگار بخش عربی خبرگزاری روژنیست که از سوی دستگاه آسایش حزب دموکرات اقلیم کردستان را بوده و ناپدید شده است، ادامه دارد. در همین رابطه دیروز تجمع خبری از سوی اتحادیه رسانه های آزاد شمال شرق سوریه در شهر قامشلی رژاوه کردستان برگزار شد. سخنگوی تجمع کنندگان را بودن سلیمان احمد توسط پدکر را محکوم کرد و گفت که او از اهالی شهر افرین اشغالی است. سال 2018 وقتی که به ترکیه و گروه های مزدور آن افرین را اشغال کردند، خانواده سلیمان احمد مانده 100,000 نفر ساکنان افرین مجبور به مهاجرت و ترک خانه و کاشانه خود شدند. سلیمان احمد و سلیمان نقل مکان کرد و در خبرگزاری روژنیوز مشغول به کار شد. او که اخیراً برای دیدار با خانواده خود به رژاوه رفته بود، در حین بازگشت در دروازه رسمی سمالکار ربوده شد. از آن زمان ارتباط با او برقرار نشده است. اتحادیه رسانه‌های آزاد شمال شرق سوریه دولت اقلیم فدرال کردستان را در این قبال مسئول می‌داند. دیروز هم در شهر سلیمانی نمایندگان نهادهای خبرنگاران در کنفرانسی خبری از سرنوشت سلیمان احمد ابراز نگرانی کردند. سخنگوی سندیکه روزنامه‌نگاران اقلیم کردستان و عراق و یونامی دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و تمام نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران و سفارت‌های خارجی در اقلیم را خطاب قرار داد و گفت سلیمان احمد را نیروهای آسایش یک هفته است ناپدید کرده‌اند. از جمله هاکار عزت، رئیس فدراسیون رونوس، در این کنفرانس مطبوعاتی دستگیری و ناپدیدسازی سلیمان احمد را جنایتی علیه حقوق بشر و آزادی آن عنوان کرد. او سلیمان یک خبرنگار است و پس از 6 روز ما خانه رفع اتهامات وی هستیم. خبرنگاران نباید قربانی درگیری‌های سیاسی شوند.
دیاری محمد مدیر مرکز مترو نیز طی اظهاراتی در این کنفرانس خبری از گرفتار شدن سلیمان احمد به سرنوشت خبرنگاران منتقد زندانی در منطقه بهدیان ابراز نگرانی کرد و سایر مسئولان اقلیم خواست که از آزادی عقب نشینی نکنند. رنگ حکومت هریمی کردستان با خوی دبچه توا به شوازی که تندرستر معامله لگل روشنامه نوسان و کانالگانی را گندن دبکا بلان به داخوا اوی که استاده بینین چلا دوباره حکوم دانوی هندک لگیراوکان. بله، فکر کنم ارتباط ما با مرکز خبر آدین برقرار شده. لوان محمدی در مرکز خبر آدین نگاهی دار به عناوین گزارش و خبرهای امروز. لوان، اگر صدای من میشنوید خسته نباشید میگم. لوان؟ قطبو. بله، متاسفانه فکر کنم مشکل تکنیکی است و ارتباط ما با مرکز خبر برقرار نمی شود. کیوس را ادامه می دهیم. مرکز خبررسانی نیروهای سوری دموکراتی اعلام کرد که مزدور که قصد داشت در یک مغازه در حومه دیرزور بمب جاسازی کنه را دستگیر کردند. قصد اعلام کرد دیروز سه‌شنبه نیروهایش با کمک و همکاری مردم شهرک الصحبا در حومه شرقی دیرزور توانستند یک مزدور که قصد داشت بمبی در یک مغازه نصب کنه را دستگیر کنند. او در مورد طراحان اقدام تروریستی که هدفش غیر نظامیان بودند تحت بازرسی قرار دارد. نیروهای سوری دموکراتی تأکید کرده که از هیچ تلاشی برای رصد تعقیب و دستگیری تروریست ها و هر کسی که بخواد امنیت و ثبات مناطق شمال و شرق سوریه را تضعیف کند دریغ نخواهد کرد. در پی تداوم جنگ اسرائیل و حماس و حملات به منطقه غزه، اینترنت و ارتباطات در این منطقه قطع شده است. با شدت گرفتن حمله اسرائیل به غزه، مخابرات فلسطین از اختلال کامل در همه خدمات ارتباطی و اینترنت در غزه خبر داد. علاوه بر حمله هوایی و عملیات زمینی اسرائیل در غزه، نیروهای دریایی این کشور نیز مناطق ساحلی این باریکه را هدف حمله قرار دادند. در کرانه باختری نیز نیروهای اسرائیلی به شهرهای جنین و طولکرم حمله کردند که در نتیجه درگیری‌های طولکرم یک فلسطینی کشته شد. با شدت گرفتن درگیری‌های ارتش اسرائیل و حماس در نوار غزه و افزایش تحرکات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، وزیر خارجه ایران سه‌شنبه 9 آبان در دیدار با اسماعیل هنیه گفت در صورت ادامه حمله‌های اسرائیل و گسترش درگیری‌ها در منطقه هیچ طرفی از پیامدهای آن مسئول نخواهد ماند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به موازه آمریکا و اسرائیل شدت گرفته است. دیروز گروه حوثی‌های یمن اعلام کرد که سه حمله پهپادی علیه اسرائیل انجام داده است. این گروه تهدید کرد تا زمانی که اسرائیل حملات خود را به نوار غزه متوقف نکند، این کشور را هدف حمله خواهد داد. رسانه‌های اسرائیلی شلیک موشک زمین به زمین از دریای سور و کشور یمن به سمت خاک این کشور را رأی‌گیری و منهدم کردند. بر اساس آخرین گزارش‌ها در درگیری‌های شدید میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نوار غزه اکنون ادامه دارد. در این بین سخنگوی پنتاگون دیروز سه‌شنبه 9 آبان از اعزام 300 نیروی آمریکایی دیگر به خاورمیانه خبر داد و گفت این نیروها به اسرائیل منتقل نخواهند شد. آمریکا در هفته‌های اخیر در چند مرحله ناوا و ماهی جنگی خود را نیز به منطقه اعزام کرده است. برای بینندگان گرامی، بدین سطح پایین کیوس که امروز رسیدیم. بدرود.